برای ما تهیه کرده بود در خدمت آقای دکتر علی باباییزاد هستیم با مبحث الگوهای رفتاری که در این روز بهش میپردازیم و ببینیم آقای دکتر برای ما چی آوردن آقای دکتر خیلی خوش اومدین سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز خواهش میکنم دقیقا میخوایم امروز به چی بپردازیم ما میدونیم که الگوهای رفتاری گوناگون در خانواده ها و افراد حتی شاید یک فرد از چند در طول زندگیش از چند الگوی رفتاری پیروی کنه چه چیزهایی روی اینا تاثیر میذارن آقای دکتر چی کار باید بکنیم که بچه ها اون فرزند اون الگویی که مناسب تر به نظر میرسه از اون پیروی کنن بله خب هفته پیش ما صحبت کردیم همین روز و ساعت راجع به اینکه اصلا رفتار چی است؟ چطور ما برونداد وضعیت روانیمون رو در یک ارتباط میتونیم به عنوان رفتار ارتباطی حداقل بررسیش بکنیم و اینکه وقتی من رفتاری از خودم نشون میدم این شخصیت منه که در اون رفتار داره نمود پیدا میکنه و باز گفتیم که شخصیت ما تحت تاثیر عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی بنابراین بخشی از این رفتار میتونه ریشه های زیستی داشته باشه و بخش مهمترش تحت تاثیر عوامل روانی باشه که در زمان بچگی هم غالبا شخصیت منو شکل داده و نیز فرهنگ و جامعه که میتونه روی وضعیت روانی ما تاثیر بذاره من هفته پیش البته برنامه رو ندیدم خوشبختانه الان یه چکیده ای گرفتم آره. خب باید. حالا فکر میکنم یه خورده ریزتر بپردازیم به, به این مسئله که دقیقا روی بچه هامون میخوایم الگوهای رفتاری مناسب پیاده بشه خیلی آرام و نرم که در بزرگسالی ما با ناهنجاری کمتری مواجه باشیم باید چیکار کنیم وقتی که شما از رفتار در واقع صحبت می‌فرمایید در واقع سومین نیاز اساسی انسانه یعنی ما بعد از نیازهای زیستی و بعد امنیت میرسیم به اینکه نیاز به تعلق و نیاز به ارتباط و رفتارهایی که این ارتباط رو ایجاد میکنه طبق الگوی رفتاری نیازهای مازلو البته بله مازلو که در واقع نیازهای انسانی رو طبقه بندی میکنه پس بنابراین از نیازهای ابتدایی و بنیادین ماست برای همینه که فکر میکنم اهمیتش و برنامه خوب شما این رو مشخص میکنه که آیا این الگوها کارآمده یا رفتارهایی باعث میشه که به صورت در واقع ناکارآمد و مرضی آدمها مدام با هم وارد بازی ها بشن و همدیگر رو اذیت بکنن وقتی که از رفتار کارآمد صحبت میکنی منظورمون رفتاری که کمترین آسیب روانی رو به دو نفر میزنه و بهترین پیام منتقل میشه و در این حفظ آزادی و تمامیت و فردیت از یک نگاه انسان گرایانه نشأت میگیره و نه نگاهی در واقع کنترل گرایانه که مانع در واقع بودن و شدن و متحقق شدن میشه وقتی ما میگیم رفتار دقیقا منظورمون ارتباط بین دست کم دو تن انسانه درسته؟ ام. یعنی رفتار من ارتباط من هست با یک شخص دیگه الان دارم با شما صحبت میکنم یا ممکنه در جمعی قرار بگیریم ما رفتارهای گوناگون رو در شرایط گوناگون حتی داریم اینو چجوری میشه توجیه کرد من با شما یک گونه رفتار دارم با خانوادم یک گونه دیگه با مثلا توی دانشگاه یه جور دیگه اینها آیا با هم جمع میشن در صورتی که گاه میبینیم متضاد هم دیگه هستن در واقع الگوهای رفتاری خیلی نشأت در نشأت گرفتن از شخصیت ما اینی که یک کسی برای مثال الگوی رفتاری ناکارآمد داشته باشه و این تکرار بشه توی خانواده محیط کار جامعه با دوستاش هنگامی که داره تفریح میکنه این معمولا تکرار میشه ولی این انواع ناکارآمدی مثل انفعال داشتن پرخاشگر بودن یا انفعالی پرخاشگری رفتار کردن در محیط های مختلف ممکنه که خودش رو بروز کنه و خود محیط هم باید خیلی تاثیر داشته باشه روی این رفتار ما درسته؟ غالبا در افرادی که عزت نفسشون پایین. جدن. بله. چون من میبینم فرزند ما یه سری ناهنجاری هایی رو توی سطح خیابون داریم میبینیم ترافیک نمیدونم جا زدن چرا قرمز رد کردن حالا با قوانین جدید نمیدونم چقدر بهبود پیدا کنه ولی فرزند توی ف... فضای تمیزتر مثل فضای مترو اینا رو خیلی کم میبینیم من دقت که میکنم مردم حتی با هم با صدای بلند صحبت نمیکنن بعضی پرخاشات تقریبا دیده نمیشه به خاطر اینکه فضا تمیز کنترل شده هوای پاک سر و صده کمتر من حدسم این هست آیا این درسته و بعد موجود. بگیم حالا همه مردم به نوعی دارن اعتماد به نفسشون پایینه به خاطر نه ما. نه منظور من این نبود ملاحظه بفرمایید وقتی که عزت نفس خدشه‌دار باشه و عزت نفس چیزیه که حتی زیر یک سالگی غالبا در درون ما ریش هاش گذاشته میشه من در برخورد با بقیه نمیتونم ابراز درستی از نیازم، خواستم، احساساتم، هیجاناتم و آنچه که حقوق خودم فرض میکنم داشته باشم بنابراین در برخورد با بقیه به صورت الگوهای ناکارآمد پرخاشگری انفعالی یا انفعالی پرخاشگری رفتار میکنم و این به اون معناست که وقتی محرک محیطی به من وارد میشه من آستانه تحریکم به واسطه نبود عزت نفس پایینتر و در واقع وارد الگویی میشم که ناکار آمده دارم بازنوازی میکنم ارتباطات اولیم رو در محیط اولیه در واقع زندگی روی صحنه اولیه نمایش با پدر و مادرم و جایی که این ناکار آمدی رو تجربه کردم حالا شما میفرمایید محیط اجتماعی مترو یا نوع اجتماع جامعه پدر سالار یا فردگرا و انسانگرا نوع نگاه اون جامعه و فرهنگ غالب به انسان همه اینها در درجه اول تاثیر میذاره روی اینکه شخصیتی که داره در اون جامعه شکل میگیره در یک بچه کوچک و خانواده که میتونه متاثر از جامعه باشه چه باشه برای نسل های بعدی که در محیط بزرگ شدن احتمالا رفتارهای متفاوت تری از خودشون نشون میدن و در عین حال محیط روی فرد بزرگ سالم تأثیر میذاره چون محیطی که در واقع ناکام کننده باشه این ناکامی میتونه ترافیک باشه یا بینزمی باشه و بیشتر خیلی بیشتر باعث میشه که در درون فرد خشم به وجود بیاد ناکامی به طور طبیعی باعث خشم میشه ولی اینکه این خشم آیا از راه؟ بالغانه ای ابراز و اعلام میشه و یا تبدیل میشه به پرخاشگری و انفعال و وادادگی و و یا اینکه در واقع انفعالی پرخاشگرایانه که بسیارم رایجتر از اون دوتاست در واقع ما میبره به سمت الگوهای ناکارآمدی که نهایتا روابط بین فردی رو ویرون میکنه و وقتی روابط به سمت ازمهلال میره و ویرانی اتفاقی که میفته من در درون روانم وضعیت نامناسبی رو تجربه میکنم و جایی که این استراب به وجود میاد من میخوام دوباره رابطه ای رو پیدا کنم که توش امنیت برای من حاصل بشه بنابراین فشار بیشتری به روابط هم میارم و این الگوها به صورت چندین باره ناکارآمدتر تکرار میشه و تقویت میشه و رواج پیدا میکنه من فرمایش شما رو بس میپذیرم بنیاد علمی داره اما همچنان باور دارم که محیط بیش از این تاثیر داره و رفتار ما رو تغییر میده ببینید وقتی که من، فر... الان اینجا ما داریم با هم گفتگو میکنیم و سکوت نسبتا خوبی برقراره و من نیاز ندارم تون صدامو از یه حدی بالاتر ببرم که تون صدای بالاتر گاه به عنوان پرخاش هم تلقی میشه در صورتی که نابجا باشه اما وقتی که توی ترافیک هستم فرزن، یه جایی پرزده هم هستم حجمه صدا داریم من با این فاصله بخوام با شما صحبت کنم مجبورم تون صدا ببرم بالا حتی گاه باید فریاد بزنم و اگر دائم در چنین محیطی من قرار بگیرم کم کم عادت میشه برای من بلند صحبت کردن یا مسائل دیگه رفتار... رفتارهای دیگه که گاه ما اینها رو به عنوان ناهنجاری یا پرخاش میشناسیم بعد دیگه عادت میکنم و باز جالبه که همین افراد در محیط بهتر قرار میگیرن مثلا ممکنه در یک رستورانی که البته فست فود نباشه اونجا محیطی طوری که باید سری کار انجام بشه با موسیقی ضرب هنگ توند و همه سری برم میتونم دوباره رفتارم رو به حالت عادی تر از نظر خودمون از این دیدگاهی که بیان کردیم برگردونم با این شما موافق هستیم بله محیط رو اینکه من چطور رفتار کنم تاثیر میذاره یعنی هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت محیط در رفتارهای ما تاثیر هست بسیار ولی آنچه که من روش تاکید میکنم نگرش و ساختار شخصیتیه من دوست. ممکنه که در یک محیط پر از سر صدا، ازدهام و یا پر از محرک های محیطی ناخوشایند ترافیک فریاد ناکامی کنترل و غیره مجبور باشم بلندتر صحبت کنم یا مجبور باشم برای آنچه که میخوام انرژی بیشتری بذارم یا توضیح بیشتری بدم اما این رو با چه وجه شخصیتی انجام میدم شخصیتی که در درون عزت نفس نداره انفعال رو تو زندگیش پیشه کرده مانعی میبینه در محیط برای ارزای خودش و بیان خودش در واقع در درونش جایز نیست خوب. یا شخصیتی که به واسطه همین نبود عزت نفس و حقارت درونی که در واقع در زمان بچگی هم شکل گرفته اومده و واکنش سازی کرده و در نقطه مقابل مدام با پرخاشگری کنترل و بیان زورمندانه خودش و مطلق گرایی که در درونش داره میخواد در واقع خودش رو به دیگران ثابت بکنه و اصلا زندگی برای اون نزاعی دائمی است برای اثباتی که در درون حقارتی در واقع ریشه اونه که حل نشده درست خب میدونیم که چنین مسائلی رو بعضی از افراد باش درگیر هستن یا به عبارت بهتر هممون درصدی از این به قول خودمون ناهنجاری رو داریم خواه نخواه خب ما چه کار کنیم که اینو کنترل کنیم کاهش بدیم برای فرزن فرزندانمون ام. کمتر پیش بیاد کنترل شده بشه و اگر کسی درگیرش هست به نوع اینو ازش دور کنیم یا درمانش کنیم بله. راهکار عملی دقیقا چی هست؟ مرسی من نیاز دارم یه خورده قبلش این الگوها رو بیشتر راجبش توضیح بدم که چی هست و اینکه در زمان کودکی چه گذشته کی می میشه و در واقع کاری رو که ما انجام میدیم روی اون نگرش های ابتداییه که به وجود اومده بنابراین یه خورده بهش نگاه میکنم واقعیت اینه که وقتی ما میگیم خانواده ناکارآمد داریم از افرادی صحبت میکنیم که به واسطه وضعیت روانی نه چندان سالم روابط ناکارآمد ایجاد میکنه رابطه ناکارآمد رابطه است که توش فردیت تمامیت نیاز و استقلال افراد حالا چه والدین چه بچه و غیره نادیده گرفته بشه یا درست به دیده نیاد در چنین رابطه ای چیزی که به وجود میاد در درون افراد حاضر در دو طرف رابطه در واقع ناکامی است و خشم و در واقع وقتی که یک بچه کوچیک در ارتباط اولیه علل خصوص با محیط که مادر باشه و بعد حالا پدر و غیره در وضعیتی قرار میگیره که مدام مورد در واقع سوء استفاده روانی و عاطفی قرار میگیره اون نمیتونه بودن خودش رو و تجربه در واقع این بودن به طوری امن رو تجربه داشته باشه بنابراین فرض بکنید در یک محیط خانوادگی که مادر به واسطه استراب درونی دچار کمال طلبیه و رفتارهایی وسواسی داره و میخواد مدام کنترل بکنه هر آنچه که میتونه و نمیتونه در مورد فرزند کوچکش وجود داشته باشه بنابراین اگر اون ابرازی داشته باشه نامتناسب با چیزی که مادر میخواد یا فرای ظرفیت ذهنی مادر یا نوع نگاه و نگرشش این ابراز جایز نیست من باید بشه کنترل بشه و فقط هر آنچه که مادر میگوید یا جانشین روانی او در این فرهنگ پدر سالار که منظور من از پدر پدر نیست نوع نگاهی به زندگی است که مانع فردیت و انسانگرایی میشه باید نف بشه و کنار گذاشته بشه بنابراین تجربه خود بودن و بیان خود در چنین رابطه ناکارآمدی وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه منوط به اینه که محیط از من چی میخواد بنابراین من کودک میبایستی که چشم به محیط باشه تا منو تایید کنه و در صورت عدم این تایید استراب رو دارم تجربه میکنم چون نوازش ها رو در زمان کودکی از دست دادم و ناامیدانه به محیط هم یعنی مادرم و یا جانشین روانی اون نگاه کردم تا بلکه منو تایید کنه و منو دوست بداره و بنابراین دچار استرابی هستم که فراتر از استراب وجودی نرماله خب به نظر میرسه برای اینکه این فرزند رو ما بتونیم این دلخواهمون رو در موردش بیاده ام. کنیم باید با مادر بیشتر مشاوره کنیم من میخوام بپرسم ام. حالا با مادر باید چی کار کنیم پرسش هم بمونه یک موسیقی تصویر ببینیم دوباره برمیگردیم توی است در خدمت آقای دکتر بابا هستیم در مورد الگوهای رفتاری صحبت میکنیم بحثمون به اینجا رسید که برای تربیت یه فرزند با رفتارهای مناسب باید به مادرش چه م... مشاورهی بدیم که چه رفتاری داشته باشه آیا این رفتارهایی رو که یه شخص حالا در مصداق ما مادر میتونه داشته